فرنگیس و یه سری نامرد گروگان گرفتن برای اصلایی که تو خبر داری کجاست و بهشون تحویل ندادی. من اونجا دارم از تنهایی دق میکنم. پروانه جان، وضع مملکت به هم ریخته. اگه به هم نریخته بود که بهت میگفتم بیا بریم امرا. مردم اونجا دارن تو شهر، تو مرز، تو خون خودشون میغلطن. کجا بلنشن بیان؟ من نمیخوام زیر دست بالهشم ابراهیم. منو با خودت نکش. شاهو هم یه نامه بلند بالا نوشته و از همتون حلالیت طلبیده، رفته عملیات سرخود یه نفره. آه شاهو نیروی منه، نمیتونم توی موقعیت تنهاش بذارم. فقط میخواستم بگم اگر تون یکی درست که من نبودم اتفاق پیش اومد، لطفاً فرخ رو وارد عملیات نکنید. اگه تو نتونی با من بیای، منم نمیتونم بشینم دل ببندم به چیزی که نیست. یعنی تو واقعا میخوای از من جدا شی؟ یه ناشناس زنگ زده پایداری چهار، گفته تو سه تا از داروخانه‌های تهران بمب گذاشته. خب چرا زنگ زد؟ برای اینکه میخوان سه تا از اعضاشون که تو خونه تیوی دستگیر شدن رو آزاد کنیم، عوضش اونا هم آدرس داروخانه. الان به جرم تو هم اضافه شده. تا الان قابل بخشش بودی، ولی از الان به بعد کارت سخت میشه. آخه به من چه؟ من خیلی وقت از سازمان بریدم، کلی هم سابقه همکاری با شما دارم. اگه سر تیم یا سر علاقه نبودی، برای چی باید تو رو با انفجار معامله کنم؟ واسه اینکه تو لیست سیاهشون هم از شما خواستم پاکمون کنیم. این حرفا تکراریه. آره تکراریه، چون بار اولشون نیست. ببین آقا، من نه اهل بازجوییم، نه وظیفه منیه. کمک کن تا کمکت کنم. چی کار میتونم بکنم؟ الان ترجیح میدم آزاد نشم که بمبا منفجر بشن. نه، ولی خوب میدونم بهش دردشون نمیخورم. ببین، تو مأموریتات یا کسایی که باهاشون در ارتباط بودی، کسی بود که تو بیمارستان کار کنه یا هیچ قراری تو هیچ داروخانه‌ای نداشتی؟ نه. نمیخوای بیشتر فکر کنی؟ نه، چون مطمئنم. ببین آقا، قرار بود ما اگه شما رو تا ساعت 5 تحویل ندین، دو تا داروخانه دیگر رو منفجر کنن. من بگو چرا اینا رو منفجر نکرده؟ نمیدونم، فقط میدونم ما به دردشون نمیخوریم. به چیزی رسیدی؟ تقریبا. زنگ زد فرمانده پایگاه داره باش صحبت میکنه، دست به سرش کرده تا تو بیایی. پس بریم، من باش حرف بزنم. بریم.
خواهش میکنم. میرم سر میرم. بفرم. سلام آقا. چی شد؟ دوبار زنگ زدم. بازم میزنی. الو الو، اصل کاری شمایی؟ از این به بعد با من حرف میزنی. اصل کدوم کار؟ الان داره تورش میده که ردمو بزنی. حرف حساب چیه؟ 4 تا آدم بیگناهو به کشتن دادیم. احساس مبارز بودن داریم؟ شما مسئولشی؟ مگه قرار نبود تا ساعت 5 از صبح کنی؟ شما خیلی قبلتر از 5 شهر رو کشتی. الو حتی بعد که ردشو نزنیم. الو اگر میخوای یه سری آدم بیگونا باز کشته نشن، اون دو نفر رو بفرستشون خیابون دیبا. تا یه ساعت بعدش هم یه گشتی اونجا به چرخه بعدی منفجر میشه. از کجا معلوم این دو نفر آزاد شدن بعد بوم منفجر نشه؟ منفجر نمیشه. معامله رو عوض کن. اگر بوم منفجر بشه خودم این دو نفر رو میکشم، جنازه هاشون رو میفرستم برات خیابون دیبا. دفعه دیگه هم زنگ زدی آدرس اون دوتا بوم بره. من به نظرم نباید این کاری میکردی. اینا اگر بمبی تو داروخانه کار گذاشته باشن منفجرش میکنن. حالا چه ما این دو نفر رو آزاد بکنیم چه نکنیم؟ پس اصلا آزاد کردن این دو نفر بعید میدونم به دردشون بخوره. پرونده‌هاشون رو دیدی؟ آره، یکیشون تکنسیان برق، اون یکی هم دانشجوه، الان جزء تواب میشد. هیچ مورد نشونه‌ای هم تو پرونده‌شون نبود که معلوم بشه سر حلقه یا سرتیپ. از مرگ همین شهرام هم از قبل خبر داشتن. اینا دارن ما رو بازی میگیرن. پس هدفشون چی میتونه باشه؟ هدفشون هر چی که هست بزرگتر از این حرفاست. دوباره زنگ میزنه؟ فعلا نه. تا مطرح کنه و تصمیم بگیرن طول میکشه. جناب پرتو، شما زحمت بکشین این دوتا زندانی رو برگردونین اوین. آزاد کردن اینو کاملا اشتباه. حالا اگه یه داروخونه دیگه منفجر شه چی؟ الان که همه داروخونه ها تعطیلن. تعداد داروخونه های شبانه روزی هم که مشخصه. نصفشون رو خودمون تعطیل کردیم، نصف باقیشون هم پاکسازی کردیم. تا فردا نمیتونن کاری بکنن. شریفی، گزارش داروخونه فردوسی آمده شد؟ بله. قبل زنگ اول اینا بوده که بمب آوردن. از قضیه این سه تا بمب تو سه تا داروخانه مختلف رد شده است؟ اینا فقط منتظر واکنش از ما هستن. جریان این بمب و داروخانه فقط برای اینه که ما فکر کنیم که ممکنه تو داروخانه های دیگه هم باشه و مشغول گشتن دنبال چند تا قوطی شیر خوش باشیم. حالا داری میری مقر؟ نه، میرم داروخانه فردوسی سر بزنم، شاید به چیزی رسیدم. به نظرت این بمب شیشون بود که منفجر شد؟ نه فکر نمی کنم. یعنی کوچیکتر از اونی بود که بشه بغل اون 5 تا گذاشتش. حالا باز شب میرن رو چاشنیاشون تو آزمایشگاه کار میکنن. پس اگه این قضیه قوطی شیر خشکا و همین یه داروخونه بود، بمب بعدی کجاست؟ نمیدونم، نمیشه حد زد. هر وقت این گزارش داروخونه فردوسی تموم شد بهم برسون، من بیدارم. چشم. میگم شما از محمد علی و شاهو خبری نداریم؟ از صبح مدام داریم به کمیته اونجا زنگ میزنیم، هیچ خبری ازشون نیست. مجبور شدم یه گروه ویژه درخواست بکنم از تهران بره دنبالشون. ظاهران تمام نیروهای اونجا درگیر همین گروه هکا. تا کی باید منتظر باشیم؟ اگه تا صبح خبری نشد نیروها رو میفرستم سراغشون. ببینم پس فرخ هیچ خبری داری؟ نه خبری ندارم. باش. پس منتظر خبرت هستم. من تا دیوقت مقرم بعدم میرم. تلفن خونه رو هم رسول دارم بچه. چشم آقا. خدا حافظ. موفق باشی. فایده نداره ابراهیم، زیاد وقت تو برای این تلقه نذار. فعلا که همین تلقه سه نفر رو به کشتن داده.
اگه بمب شیشون منفجر بشه حداقل 500 نفر رو میکشه رفیق. فرخ ازت میخوام وارد این ماجرا نشی. ببین من توان و تحمل جواب پس دادن به پرتو رو ندارم. تو قرار نیست جواب پس بدی. به من نمیدونم تو داری چی کار میکنی، کجا بودی، با کی در ارتباطی. فقط ازت میخوام به من اجازه بدی من کارامو بکنم. چرا اینجوری حرف میزنی ابراهیم؟ تو که نمیخوای مثل پرتو محمد علی فکر کنی ها؟ یعنی تو به من اعتماد نداری؟ باش. منو بی خود سر دوراهی نذار. من فکر کنم تو رفتی مرخصی یا با محمد علی رفتی یا اصلا نیستی. وقت ندارم در باره تفحص کنم. منم علاقه ندارم در مورد من تفحص کنی. من فقط باورم نمیشه به خاطر یه سری حرف پا میشه به من میگی به من اعتماد نداری. دست خوش بابا، دست خوش. فرخ من کی گفتم به تو اعتماد ندارم؟ من گفتم فکر میکنم نیستی. الانم نمیخوام بهش فکر کنم. اتفاقا ابراهیم مجبوری بهش فکر کنی. میدونی چرا؟ چون من میدونم جای بمب شیشم اینجا نیست. این انفجارم همش بازیه. تشخیص سختی نیست؟ به هر حال اگه قضیه آزاد کردن اون دو نفر براشون جدیه، بمب بعدی رو یه جایی گذاشتن که با انفجار شما حتما راضی بشین اون دو نفر رو آزاد کنیم. فهمیدین چی شد؟ من امروز پرونده اون دو نفر رو دیدم. اونا اصلا آدم های مهم نیستن که بخوان دربارشون برنامه ریزی بکنن. اینو نمیدونم. بعد اینو میدونم که جای بمب شیشم الان توی بیمارستان دانشه، همون جایی که شهرام خودشو کشت. اتفاقا امروز صبح داروخانه اونجا رو خودم پاکسازی کردم، چیزی نبود. من گفتم داروخونه؟ دارم میگم بیمارستان، توی خود بیمارستان. خب از کجا میدونی؟ ببین یه کسی هست به اسم دکتر فریبرز شریفیان که اونجا کار میکنه، از اعضای جدید سازمانه. داروخونه هم مال خودش. اصلا یکی از دلایلی که باعث شد بمب تا اونجا برسونن هم همینه. این قضیه مرگ شهرام هم خودش راپورت داد به سازمان. از کجا میدونی؟ چه فرقی میکنه تو هم؟ فرق داره فرق، فرق داره. اگه طبق گفته خودت تو خیلی وقت از سازمان جدا شدی، چجوری اسم یکی از اعضای جدیدشون رو میدونی؟ ابراهیم از من بازجویی نکن، این کار با من نکن. دارم بهت میگم پاشو بریم با هم دیگه بیمارستان. این دکتر شریفیان امروز صبح از ایران خارج شده، جای بمبم همونجاست. اگه دیر به جمعیم کل بیمارستان میره رو هوا. خب از کجا میدونی؟ فکر کن برگ ماموریت رو خوندم. بچه خر نکن. کدوم برگ ماموریت؟ ابراهیم به من اعتماد کن. یه لحظه میه اتاق کاشفی؟
میخوام برای این آقای حاجتی پرونده محرمانه تشکیل بدیم. چی به این قضیه بمبا ربط داره؟ ببین غیر از نمایندگی مجلس دیگه چه کاری داره؟ در صورت هدف این بمبا نباید یه ترور کور صرف باشه. اینا با این برنامه‌ریزی که کردن هدفهای مهمتری دارن. حتما بین این بمب ژیان و پاکت‌های پستی رابطه هست. پاکت‌های پستی که قرار بود 4 تا آدرس مختلف بره. نمیدونم چقدر ربط داره ولی حتما این صندوق‌های بهزیستی با اون دو تا بمب ربط داره. یعنی بمب صندوق‌های بهزیستی هدف حاجتی بوده؟ میتونه باشه. وگرنه چرا مجلس؟ به هر صورت اون میتونست دوباره هدف اصلی قرار بگیره. ولی با این حال میخوام کاملا محرمانه باشه. چشم حتما. نمیخوام هیچ حساسیتی ایجاد بشه. خیالتون راحت باشه. من خودم شخصا پیگیری میکنم. با من کاری ندارین؟ اون جلسه ای که این صندوق ها رو نصب کردن نگاه کن ببین حاجتی جز به لیست حاضرین بوده یا نه. چشمتون من لیست کامل افراد اون جلسه رو براتون آماده میکنم. باشه. ابراهیم بیسیم بزن به پرتو بهش بگو خودت تونستی از طریق داروخونه که صاحب شریفیانه و امروز از ایران رفته این قضیه رو حدس بزنه. بهش بگو دستور تخلیه بیمارستانم بگیره. دیوونه شدی فرو؟ مگه میشه بیمارستان با اون گندگی رو با اون همه مریض کم سن و سال و پیره مرد تخلیه کن؟ شدنی نیست ابراهیم. اگه منفجر بشه اتفاقی بدتر از تخلیه و انتقال مریض رو به یه بیمارستان دیگه میفته رفیق. شدنی نیست بابا. مگه میشه از تو آی سی یو کسی رو تکون داد؟ اگه همین الان یه نفر زیر تیغ جراحی باشه مگه میشه بهش دست زد؟ آقا ما میریم اونجا اگر بمبی کار گذاشته شده باشه خودمون پیداش میکنیم. به پرتو خبر نمیدی نه؟ خبر میدم اما مسئولیت تو گردن خودت با من نیست. این که چرا الان اینجایی و وسط یه عملیات رو اونم بدون اجازه گردن خودت. باش باشه رفیق. بعد یکم دیرتر بهش بگو. فقط بذار ما جای بمب رو پیدا کنیم. بعد به این بچه های عملیت ویژه هم بگو بیان برای کمک. 3-4 تاشون میام. ببینم تو از محمد علی و شاهو خبر نداری؟ من برای چی باید از اون خبر داشته باشم؟ نمیدونم آخه از همه چه خبر داری. گفتم شاید از اینم خبر داشته باشی. طعنه میزنی؟ طعنه نمیزنم ولی شما قرار بود با همدیگه برید اونجا. تو نرفتی اونم طعنه رفت. من گفتم شاید از قصد نرفتی یا از یه چیزایی شاید خبر داری. نه حاجه من از هیچ چی خبر ندارم. باشه مگه اینو قرار نبود تو امشب برگردم؟ خب چرا؟ ولی فعلا که سرکلهشون پیدا نشد. از خانمه چه خبر؟ خبر خاصی نیست. ما هم حرف زدی؟ آره. چی شد؟ هیچ. هستش هنوز یا رفت؟ هستش. فعلا هستش. یعنی چی؟ بالاخره قرار شد بمونه یا تو بری؟ نمیدونم. نمیخوای راجبش حرف زنی؟ نه. نمیخوای راجبش با من حرف بزنی یا کلن نمیخوای راجبش حرف بزنی؟ هر جفتش. دمت گرم ابراهیم. خیلی با معرفتی. خیلی با معرفتی. راجبش حرف نمیزنی. دمت گرم. آفرین. ما خورزم فقط زود بریم. حالا مطمئنی اسلحه رو بهشون تحویل بدیم خواهرتون آزاد میکنن؟ نمیدونم. خدا کنه حرفشون حرف باشه. شاهو بهش فکر کردی چطوری اسلحه رو دوباره ازشون پس بگیریم؟ فکرشم از سرتون بیرون کنی. هر کاری میخوان بکنی بکنی ولی وقتی ما با خواهرمون رسیم ترون اگه غیر این همه راه نیومدیم اینجا اسلحه رو بهشون بدیم بریم. شاهو ما هم نیومدیم اینجا که خودمون زندگیمون رو بدیم دست اینا. ما که برگشتیم شما بمونی پس بگیرید.
اونا حرف میزنن عمل میکنن، این دوتا فقط ادعای مردم دارن، همش حرف مفت، فقط حرف مفت میزنن. بریم بابا. راست میگه تو خوب ما بعد برو یواش بگیرش 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 بابا. چرا خاموش بریم؟ چرا خاموش؟ چرا چون جاده رو ببینم اینا بلدن بابا. خطرناکه، چرا روشن باشیم اونا رد نمونه میزن. خوش کنی مستقیم بریم سمتشون، اصلا رو تحویل میدیم، فرنگس سوار ماشین میکنیم، یه راست برمیگردیم تهران. شما هم هر جا دوست داری میتونی پیادشون رو برگردیم. تو چرا نمیفهمی؟ ناموس تو ناموس منم هست، ما اومدیم اونو نجات بدیم، نیومدیم این اسلحه ها رو به اونو بدیم بریم که. اگه تو غیرت و ناموس داشتی ما الان اینجا نبودیم. شاو حرمت خودت نگردار. چته تو؟ ایس بس اصلا ماشین سری باش. آقا نگرد اون بر، نگرد اون بر، بگردشون سری باش، سری باش. خب حرف نزن میگم برادر، رو تو اون بر باشه، بگردشون بس بالا. آقا اصله دارم. خب ما تو حرف نزن، این که اصله داره. رو به من، رو به من. از کجا میایین؟ اردن ما همکار شمیم، الان تو عملیاتیم. چه عملیاتیه که ما ازش بیخبریم؟ کارشناس سایت رو ببینم. شما کارت؟ من متاسفانه خوب کارتم. خب متاسفی اونور، اونور. بابا ما با اینا نیستیم، کارت نداریم. کارت نداریم. شما؟ من ندارم کارت. نداریم. نداریم. خیلی خوب. رضا سری ماشینو بگرد. برد از صندوق. صندوق خرابه. حرف نزن میگه صندوق. حرف نزن صندوق باز کن. خب باز نمیشه صندوق. برو در باز کن. باز کن میگم. صندوق خرابه. حرف نزن بهت میگم. در باز کن. این چیه؟ صندوقه. برو اونجا وایسا رو به اون ور. مثل اون آقا رو به اون ور. باز کن میگم در صندوق. باز کن میگم. عملیاتتون این بود؟ همه رو دستبند بزنید. سریع باش، حرف نزن، دستبند بزنید. خدا ماشاءالله. سلام. سلام، بفرمایید. هر دو هستم، بچه های ما کجا هم؟ کدوم بچه هم؟ با من تشریف بیارید. بفرمایید. بفرمایید. عزیزم بزن. ممنونم. سلام. سلام، چی شده اومدید اینجا؟ بچه ها یه دقیقه بیرون باشی؟ بله چشم. سریع دارم پای سرتون ببند. بله چشم. یه دکتری به اسم شریفیان که اینجا کار میکرده صاحب داروخانه فردوسیه، همین جایی که امروز منفجر شد. احتمالاً همونیه که اطلاعات مربوط به کشته شدن شهرام و از این بیمارستان به سازمان میداده. امروز صبح ایران رو ترک کرد. خب احتمال این که این بمب اینجا کار گذاشته شده باشه هست. حالا ما داریم بخشی که این دکتر بیشتر اونجا رفت آمد داشته رو چک میکنیم. این اطلاعات رو فراخ آورده؟ ازت سوال کرده؟ بله. خودش هم اینجاست؟ بله تو ساختمانه، داره با یکی از بچه ها بخش دیگر رو چک. من که قرار نبود فرخ در جریان هیچ عملیاتی نباشه. خودش خواست باشه، منم نتونستم. نه بهش بیسیم بزن بگو سری بیاد اینجا. بیسیم نداره. به اونی که امراشه بزن. بیسیم خودم تو ماشین. ببخشید ما زنگ شد. فرخ گفت فوریه بهتون خبر بده. چی شده؟ گفت پیداش کرده. برید اونجا. کجاست؟ سردخونه بیمارستان طبقه زیر پارکینگ. بفهم.
پیداش کردم آقا. دیروز یه عمل ناموفق داشته دکتر شریفیان، پاشده با مریضش اومده اینجا. نگاه کنید رو این کشو پایین یه تله گذاشته، چاشتیش هم قشنگ بغل سر جسده. این کشوی بالایی هم کلش مواد منفجر است، حدود 100 کیلو. اگه منفجر بشه ساختمان اطراف هم رفته رو هوا. ما الان باید این کشو رو خالی کنیم، مواد منفجر بدون چاشنیه. ابراهیم بیا کمک کن. سر این اطلاعات از کجا اومده فرخ؟ آقا من فکر میکنم الان کار مهمتر از جواب دادن به سوال شما دارم. ابراهیم یا تو به دستور فرمانده باز داشتی حق ادامه ی عملیاتو نداری. بیرون. نتونستم خود جناب پرتو رو پیدا کنم، ولی با بچه های مقرتون صحبت کردم. به هر حال به ما حق بدید که نتونیم به یه عده آدم وسط بیابون با این همه اسلحه اعتماد کنیم. من حتی نمیتونم ازتون عذرخواهی کنم، چون اصلا این شکل از کارتون رو تایید نمی کنم. من از شما انتظار ندارم منو تایید کنید یا عذرخواهی کنید. ما الان زمان نداریم. الان یه گروه کمین کردن، جون آدم بیگناه در خطره. بعد اون وقت من باید وایستم تا شما مراتب اداریتون انجام بدیم. تو نرو آقای کاشفی، بالاخره هرچی باشه ما بهتر از شما از اوضاع اینجا خبر داریم. اینجا بچه های ما یه پاشون تو جبهه جلوی صدامه، یه پاشون جلوی اشرار، این گروهک اون گروهک، هر روز خدا تو این بیابون مثل قارچ داره گروهک سبز میشه. من اینجا به هیچ کس اعتماد ندارم، حتی به خودم. الان نمیدونم برای شما باید چی کار کنم. کاری نباید بکنیم، ما الان باهاشون قرار داریم، جاشون هم میدونیم. قرار اسلحه ها رو تحویل بدن، گروگان رو تحویل بگیرن بدون حضور مأمور و کمیته. یه معامله است بین خودشون. ما که گراشون رو میدونیم، یه حلقه دورشون ایجاد میکنیم. گروگان رو که تحویل گرفتیم حلقه رو تنگتر میکنیم. نشد دیگه، داری عملیات خط مقدم طراحی میکنی؟ اینجا یه فرقایی داره آقای برادر. اینجا آدمایی هستن که هر کدوم هزار تا سوراخ موی سوراخ دارن که به عقل جنم نمیرسه. حلقه تنگ و گشاد کدومه برادر من؟ شما گروگانتون رو تحویل بگیرید برید، باقیش با بچه های ما. چی کار میخوایم بکنیم؟ دیگه توضیح دادنی نیست دیگه، شما تحویل بگیرید برید. الان کجا داریم میریم؟ اوین؟ نه، میریم بازداشتگاه خود مقر. عجب، بچه رو بهم دستمان نزدین؟ دستوری نه، فقط تنه نزن برادر. ما هیچ کاره. درسته، هممون هیچ کاره. باش، فقط یه جا بزن بغل، میخوام زنگ بزنم. شرمنده فرق، من اجازه ندارم. دستور دارم مستقیم ببرم بازداشتگاه مقر، مگه اینکه خود جناب پرتو دستور بده. اگه میخوای بی سیم بزنم ازش بپرسم. چی شد؟ بی سیم بزنم؟ نه، لازم نیست. ببین این زامنش ساعتیه؟ فکر نمی کنم، چون جنازه اینجاست، در کشو هم باز میشده، دلیل نداره زامن ساعتی بذارم. خب اگه مطمئنی بگیم بیاد اینا رو تخلیه بکنن یا سب بکنیم محمد علی بیادان. مطمئن نیستم، ولی شما بگیم بیا این بالا رو تخلیه بکنم، من این پایین رو کارش میکنم. باشم، خودتون اینجا نباشیم. پاشم نه، من هستم، تو خالت رو بکن. خب نیازی نیست، من ممکنه کاری ازم بر نیاد، ولی نمیتونم برم بیرون. میگم بچه ها بیاد اینا رو تخلیه کنیم. آرام باشی هست. چشمون مرارم باش، مرارم باش. چیه؟ دستم یخ زد.
این سیم آخر شما پاشیم بریم. بریم اینجا یه سرومی چیزی بزنیم، رنگ به رود نیست، فشار فکر کنم افتاده. نه من خوبم. خودش بود؟ چی؟ بمب شیشون؟ بله، یعنی از رنگ سیما و شکل لعیمکاری. البته توی آزمایشگاه دقیق‌تر میشه گفت. به نظر توی ماجرای اوتیشی خوشگاتی که تمومه ها؟ بله، ولی عملا اونا گفته بودن سه مکان سه دارو خونه ها؟ به نظر فرخ انفجار اول برای این بود که ما حسابی بترسیم و مشغول قوطی‌های شیرخوش بشیم تو داروخانه. بعدی هم برای این بود که مجبورمون کنن باهاشون هر معامله‌ای بکنیم و اون دو نفر رو آزاد کنیم. ولی تو خودت هم می‌دونی اون دو نفر نیروهای مهمی نبودن که ارزشی همچین کاری داشته باشن. نمی‌دونم چه معادله تو سرشون بوده. اما اینو می‌دونم که اگر این انفجار اتفاق می‌افتاد از قبلی خیلی بزرگتر بود. انقدر بزرگ بود که مجبور بشیم هر معامله‌ای باشون بکنیم. خدا رو شکر میکنم که تو نذاشتی. آفرین. من که کاری نکردم. کار اصل فرخ کرد. ببین در مورد فرخ خجالتم نمیتونم کاری بکنم نه حرفی بزنم. باشه تا زمانی که محمد علی بیاد یه بار برای همیشه تکلیفش رو روشن کنم. خجالتم از هیچ کدومشون استفاده نمیکنم، حتی اگر خونسا کردن این بمبا رو مدیونشون باشیم. محمد علی کی میرسه؟ حالا من که با خودش حرف نزدم، از کمیته اونجا زنگ زده بودن مقر در موردش استعلام بکنن. ظاهرا به جای اشرار عوضی گرفتنش. اینجوری که ممکن تو شرایط سخت باشه؟ ممکنه. برای همین چند باری زنگ زدم اونجا سفارش بکنم مراقبش باشن، ولی عملا کسی جوابگو نبود. معلوم نیست چه خبره اونجا. برای همین دارم میرم مقر ببینم میتونم پیگیری بکنم این قضیه رو حلش کنم. فرخو بردن نوین؟ نوینه گفتم ببرنش بازداشتگاه موقت خودم. تو میای مقر؟ من نه آقا، کار دارم خونه. مطمئنی حالت خوبه؟ بله. ببین اسی شنیدم خانمت برگشته ایران. بله. خب خدا رو شد سلام بهش برسم. چشم حتما. بازم ازت ممنونم. بابا من اومدم. بریم. من میمونم تا ابراهیم بیاد. برای چی میمونی؟ بالاخره یه حرفه مردونی بین ما هست دیگه. از طرف منم حرف میزنی؟ تو بگو چی بهش بگم. من همه تلاشمو کردم که این زندگی رو سرپا نگه دارم، اما اگه این تلاش یه طرف باشه منم یه جایی که هم میارم میبارم. دخترم ابراهیم پسر خوبی ها. پس اون کسی که بد منم؟ نه تو هم خوبی که ابراهیم تو زندگی توه. بابا جون شما میگی الان من چی کار کنم؟ زندگی تو بساز. من همه دنیا رو گشتم، چه خبری نیست. دنیای خود تو ابراهیم رو بساز. همه چی به یک چشم بر هم دادن میگذره، فقط اونی مهمه که تو ابراهیم با هم گذروندین. بابا جون اگه اجازه بدین من برم. برو. این حرفای قشنگم به ابراهیم بزن. چشم بابا. من خیلی وقت دلم میخواد از این ویله بیرون بیام. واقعا به پروانه که نیاز دارم. تو همیشه پروانه منی.
تقریبا 3-4 کیلومتر جلوتر زمینای زراعی شروع میشه. از کنار همونها یه جاده خاکیه، یه جاده باریک که ما از همونجا میریم. شما هم تا یه جایی میتونی همراه ما بیان. تا اونجایی که من چراغای ماشینامو خاموش کردم. اونجا دیگه باید وایسی. چراغای ماشینتون هم خاموش کن. ما هم این مسیر رو میریم و برمیگردیم. شاید توقف کوتاه هم بتونه بکنیم. ولی بعدش باید سریع برگردیم. وقتی که چراغای ماشینتون رو خاموش میکنین سرعتتون حدوداً چند تاست؟ خیلی کم، 7-8. چند نفرن؟ حدود 10-15 نفر. 10-15. خب یه کاری میکنیم. همونجا که چراغا رو خاموش کردید ما هم پیشتون میمونیم. ولی یه چند نفری رو مأمور میکنم که پیاده کنار ماشین با یه فاصله حرکت بکنه، تو سر صدای ماشین گم میشه. شما میرید اسلحه ها رو تحویل میدید، خواهرتون رو پس میگیرید، مستقیم میرید. فقط برمیگردید، کاشفی رو هم سوار میکنید، با خودتون میبرید. کسایی که همراه ما میان چند نفره؟ چه فرق میکنه؟ اگه لو برن همه رو میزنن، همه رو. میدونید که بیشتر دنبال بهونه هستن که درگیر بشن. خیال راحت باشه. اونا کارشون رو بلدن. تو هم باشون میری؟ بله. نه تو نمیخواد بیا. چرا نه؟ برای چی میخوای بیا؟ اونا خبر دارن مأمور شهر میشی برامون. شما هم اینجا وایسین. وقتی ما رسیدیم اینجا سری باید سوار شین. باید سری حرکت کنید. خیلی خوب باشه. حرکت کنید برید. فقط یه زحمت بکشید. چراغا رو که خاموش کردید 2 دقیقه عموم بدید بچهای ما مستقر شن. برید به سلامت. حیف که ماشین کم دارم. بله همین امشب راهیتون میکردم برید تهران. نیازی نیست. ترجیح میدم بمونید. باشه. فقط مواظب باشید اینجا امن نیست. سری باش برادر. یا علی یا علی. امنش هستن. بریم آقا. من آسان دل بسته شدم.